سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب شبکه کافه ترید خیلی خوش اومدیم به برنامه اقتصاد امروز چه خبر امروز هفته نوامبر 2023 مصادف با 16 آبان 1402 از یه برنامه دیگه از سری برنامه های اقتصاد امروز چه خبر در خدمتون هستیم در ابتدا بریم به تقویم داده های امروز ببینیم که چه اتفاقات مهمی از ابتدای روز افتاده امروز بیشتر خبرهای مهم از سشن آسیا شروع میشه و ما میبینیم که برای امروز برای بانک مرکزی ژاپن داده هایی داشتیم ساعت سه صبح به وقت ایران ما شاخص ماهانه مخارج خانواده ها رو برای سپتام داشتیم که این عدد سه دهم, سه دهم درصد منتشر شد و بالاتر از پیش بینی بود ولی شاخص سالانه این داده که مخارج خانواده ها هست منفی دو دهم درصد منتشر شد که پایین تر از پیش بینی بود و از طرفی هم میانگین درآمد دریافتی رو داشتیم که یک و دو دهم درصد منتشر شد که بالاتر از عدد قبلی بود و بهبود شرایط رو برای دست نشون میده در حال حاضر یکم مهمترین مباحثی که بانک مرکزی ژاپن داره و همینطور دیروز آقای کشیدا در مورد صحبت کردن بحث مالیات ها برای ژاپن هست و اشاره کرده بودن توی صحبت های دیروزشون که کمپانی های بزرگ و مشاغل بزرگ میتونن شامل حال تخفیفات زیادی بشن و خب این خیلی تاثیرگذار تاثیر گذار تأثیر روی روند اقتصادی کشور ژاپن بعد از اون برای کشور چین داده هایی رو داشتیم داده صادرات و واردات رو داشتیم که هر دو عدد در بخش صادرات کمتر از عدد قبلی بود ولی در بخش واردات بیشتر بود و همینطور تراز تجاری چین رو داشتیم که خیلی کمتر از انتظارات منتشر شد و عددی که منتشر شد 405 ممیز 47 بیلیون بود که کمتر از عدد پیشمونی و کمتر از عدد قبلی منتشر شد که این عدد شرایط نامساعد اقتصادی رو برای چین نشون میده هم برای تراز تجاری هم برای معلفه اون مقابل دلار امریکا این عدد پایین تر از انتظارات بود و خب میبینیم که شرایط یوان چین به این صورت در حال نزول هست بعد از اون داده بسیار مهمی که امروز بود تعیین نرخ بهره بانکی دلار استرالیا رو داشتیم که بسیار امروز این داده اهمیت داشت و طبق اون چیزی که پیش بینی میشد 435 اعلام شد و عددی که قبلا بود چهار یک درصد بود که الان چهار و منتشر شد بانک مرکزی استرالیا طبق انتظارات نرخ بهره رو در این ماه بالا نبرد در این ماه فقط همون 25 صدومی که مد نظرشون بود بالا برد و ولی خب از اون طرف توی بیانیه‌ای که اعلام کرد بانک مرکزی استرالیا گفته بودن که تورم هنوز بالاست و ما تمام سعیمون میکنیم که تورم رو به اون هدف دو درصد برسونیم و همینطور گفته بودن که برگردوندن سیاست های انقبازی یا خافکیش بستگی به نتایج داده های اقتصادی داره و گفته بودن که شرایط اقتصادی خانوارها رو بسیار در نظر می و از طرفی انتظار میره که تورم مصرف کننده یا همون پی تا پایان سال 2024 به نیم درصد برسه و تا پایان سال 2025 به کمتر از 3 درصد نزول داشته باشه و به اون هدف دو درصدی که مد نظرشون هست نزدیک بشن انتظارات تورمی گفته بودن که در میان مدت با هدفهای ما منطبقه و خب میبینیم که شرایط اقتصادی که الان کشور استرالیا داره و داده هایی که الان در یکی دو ماه اخیر منتشر شده دقیقا نشون میده این صحبت رو و توی مبحث دیگه گفته بودن که سرانه مصرف خانوارها و رشد اون ضعیف شده که این بسیار بسیار اهمیت زیادی در اقتصاد داره و زمانی که مصرف خانواده ها سیر نزولی میگیره و تاثیرات منفی داره برای اقتصاد خانواده ها میبینیم که به طبعات اون تورم شرایط تورم و شرایط اقتصادی شرایطی میشه که به باب طبع مردم نیست توی مپس بعدیشون گفته بودن که اشاره کرده بودند به دست دستمزدهایی دست که الان در حال حاضر توی اقتصاد دنیا بسیار صحبت در موردش میشه و همینطور بانک مرکزی استرالیا گفته بودند بودن که دست مستا از این رشدی که الان در حال حاضر هست که از سال قبل شروع شده به هدف تورمی ما نزدیک شده و این روش باید به بهرهوری اقتصادی افزایش داشته باشه و به اون نزدیک بشه و شرایط به گونه ای باشه که اون دستمزدی که حالا اون کارگر یا کارمندی که میگیره بتونه هزینه های زندگیش رو طبق اون هدفهایی که در اقتصاد استرالیا هست بتونه اداره بکنه با این اعلام نرخ بهره ای که امروز داشتیم و 25 صدم نرخ بهره استرالیا بالا رفت دیدیم که دلار استرالیا در مقابل ارزهای خارجی مثل دلار دلار امریکا خب ضعیف شد این هم دلیلش تنها دلیلش میتونه شرایط تورمی بالای استرالیا باشه از طرفی هم اعلام کردن طبق اعلامیه که ما هیچ گونه قطعیتی در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره برای جلسات بعدی نداریم و همه چیز به شرایط آینده بستگی داره و باید ببینیم که شرایط اقتصادی در ماهای آینده به چه صورت هست و این احتمال زیاد وجود داره که نرخ بهره در دوره بعد در همین سطح نگه داشته بشه حداقل و ببینند که اون شرایط اقتصادی که در نظر گرفته بودن و اون سیاست های خافکیششون از الان به بعد جوابگو باشه در اقتصاد استرالیا بعد از اون برای انگلستان ما داده داشتیم ساعت دهانیم صبح داده های شاخص قیمت مسکن رو داشتیم برای پوند انگلستان که خب در هر دو معلفه ماهیانه و سالیانه میبینیم که عدد بیشتر از پیش بینی و بیشتر از عدد قبلی هست برای معلفه ماهیانه عدد قبلی منفی 3 دهم ده درصد بود و عددی که امروز منتشر شد 1 و یک دهم ده درصد و برای سالیانه هم عدد قبلی منفی 4.5 درصد بود و عددی که امروز منتشر شد منفی 4.5 درصد بود که امروز منفی 3.2 درصد منتشر شد و خب این شرایط روند خوب شرایط مسکن و ساخت و ساز رو در انگلستان نشون میده ما همینطور میبینیم که با بالا رفتن این داده ها به این نتیجه میرسیم که خب زمانی که مثل دیروز داده هایی بود مبنی بر اینکه که ساخت و ساز توی کشور انگلستان کم میشه از اون طرف قیمت مسکن بالا میره و خب دقیقا این داده ها نشون میده این شرایط روند مثبت ساخت و ساز و مسکن رو در انگلستان برای کشور آلمان ما امروز تولیدات صنعتی رو داشتیم که عددی که منتشر شد خیلی پایین تر از بینی ها بود برای ماه سپتام عدد قبلی منفی یک دهم ده درصد بود بینی هم منفی یک دهم ده درصد بود و عددی که منتشر شد منفی یک و چهار دهم ده درصد که خب این شرایط تولید و همینطور تولیدات صنعتی رو برای آلمان نشون میده که میبینیم ما توی اقتصاد آلمان با تورمی که الان در حال حاضر گریبان گیرشه شرایط تولید خوبی ندارند و به طبع اون میتونیم شرایط دستمزدی و کسب و کار حتی کسب و کارهای کوچکتر رو ببینیم که شرایط خوبی در حال حاضر برای کشور آلمان نیست داده بعدی که داشتیم امروز یه سخنرانی از اتحادیه اروپا داشتیم آقای دیگوایندس صحبت داشتن حالا در برنامه لایف تری در موردش بیشتر صحبت میکنم خدمتون برای کشور آلمان ما پی ام آی رو داشتیم که خب زیاد تأثیر گذار در بازار امروز و همینطور یورو نبود برای فرانسه داشتیم زیاد تاثیرگذار گذار نبود روی شاخص یورو و پی ام آی رو داشتیم برای خود منطقه یورو در بخش ساخت و ساز که کمتر از عدد قبلی بود ولی خب این کمتر بودن زیاد شاید تاثیر آنچنانی روی شاخص یورو نداشته باشه ما برای خود ناحیه یورو ساعت یک پی, پی آی رو داشتیم در بود سالانه و ماهانه برای کشور برای اتحادیه اروپا که خب در بود, ماهانه ب... در بود سالانه برای ماه سپتام میبینیم که رشد را نشون میده عدد قبلی منفی یازده و نیم درصد و عددی که منتشر شد منفی دوازده و 14 درصد و همینطور در بود ماهانه هم میبینیم که طبق عدد پیشبینی نیم درصد منتشر شد و خب این یک مقداری باعث تقویت یورو شد و در مقابل هم میبینیم که مثلا طلا یه رشد تقریبا کوتاه مدتی رو تجربه کرد حدود چهار دقیقه دیگه سخنرانی مکوال رو داریم از اتحادیه اروپا و بعد از اون هم حدود 20 دقیقه دیگه سخنرانی آقای کاشکاری رو داریم از FOMC که ببینیم چه صحبت های جدیدی در مورد شرایط اقتصادی ایالات متحده دارن و چه چیزهایی رو بیان میکنن این سخنرانی آقای کاشکاری سخنرانی مهمی از آقای کاشکاری عضو جز اون دست اعضایی از کمیته FOMC هستن که همیشه سیاست های مد نظرشون بوده و باید ببینیم که آیا صحبت هایی که میکنند صحبت های انقبازی برای سیاست پولی کشور امریکا هست یا نه میخوان مثل آقای پابل صحبت های نرمی بکنند و روند اقتصادی کشور امریکا رو به دست گذر زمان بسپارند و ببینند که با گذشت زمان شرایط اقتصادی امریکا به چه صورت میشه صحبت هاشون تأثیر گذار روی شاخص دلار باید مراقب صحبت های آقای کاشکاری همیشه باشیم برای امریکا امروز ما داده صادرات و واردات رو داریم که عددهایی که منتشر میشه باید ببینیم چه عددی هست پیش پیشبینی،, پیشبینی به این صورت هست که شاید بهتر از عددهای قبلی باشه و بتونه مقداری دلار امریکا رو قوی بکنه بعد از اون ما تراز تجاری رو برای کشور امریکا داریم که تراز تجاری در حال حاضر طبق پیشبینی که شده کمتر از عدد قبلی هست عدد قبلی منفی 58 و سه دهم بیلیون هست و عددی که پیش بینی میکنن منفی 59.9 دهم بیلیون که باید ببینیم عددی که منتشر میشه به چه صورت هست اگر کمتر از عدد پیش بینی باشه تاثیر منفی روی شاخص دلار داره و اگر بیشتر منتشر بشه تاثیر مثبت روی شاخص دلار خواهد داشت همینطور برای کانادا ما میبینیم که داده صادرات و واردات و همینطور تراز تجاری رو برای کانادا داریم و خب این هم تأثیر گذاره همینطور مثل دقیقا مثل دلار امریکا اگر بیشتر از پیش بینی ها باشه میتونه تقویت بکنه شاخص دلار کانادا رو و خب طبیعتا روی شاخص دلار امریکا هم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت اگر به صورت مثبت باشه دلار امریکا تقویت میشه اگر منفی باشه دلار امریکا هم میتونه نزول داشته باشه ما سخنرانی داریم برای فدرال رزرو امروز سخنرانی ساعت 17 و 45 دقیقه به وقت ایران هست این سخنرانی و همینطور صحبت های آقای کریستوف والر رو داریم از FOMC از فدرال رزرو ساعت 18 و 30 دقیقه که همیشه دقیقا مثل آقای کاشکاری صحبت های آقای کریستوف والر هم تاثیرگذار روی شاخص دلار امریکا بوده و هست صحبت آنچنانی دیگه نداریم برای امروز برای FOMC میبینیم که یه سخنرانی داریم که خب شاید زیاد تأثیر گذار نباشه و خب در کل امروز برای امریکا داده آنچنان قوی نداریم که بخواد تاثیرگذار روی شاخص دلار باشه و خب بازار همون روند تکنیکال خودش رو بیشتر در پیش میگیره و فردا ما خبرهای زیادی داریم که حالا انشالله در قسمت بعدی در مورد داده های فردا هم خدمتون بیشتر اطلاعات خواهم داد برای امروز صحبت که داشتم خدمتون برای انگلستان ما دیدیم که شرایط مسکن شرایط تقریبا خوبی رو داره پشت سر میذاره و اون مسائل تورمی که تأثیر گذار بر ساخت و ساز, ساخت و ساز ساختمان ها بوده نشون میده که شرایط بهتری هست و همینطور کسب و کارها و جات و همونطور دستموزها و مشاقلی که مربوط به ساخت و ساز هست شرایط بهتری دارند نسبت به جاهای دیگه اروپا و آلمان دیروز ما داده ای که داشتیم فکر میکنم یکی دو روز پیش بود از مؤسسه آی او در این مورد داشتیم که خب دقیقا مثل خود کشور انگلستان دیدیم که شرایط ساخت و ساز توی کشور آلمان هم شرایط خوبی نداشت و خب از اون طرف دقیقا ما افزایش قیمت مسکن رو میتونیم مشاهده بکنیم برای کشور آلمان و در کل برای ناحیه اروپا. دوستان این داده هایی بود که امروز داشتیم برای در تقویم داده هامون برای مارکت امروز خب ما برنامه لایف تریدمون یک ساعت نیم ساعت دیرتر به وقت ایران شروع میشه دلیلش هم به خاطر اون یک ساعت تغییر باز شدن مارکت امریکا و سهام بورس امریکا هست که توی اون تایم بچه ها و همکارانی که هستن بتونن اطلاعات کافی و دقیق رو خدمتون ارز بکنن بعد از این برنامه یه ویژه برنامه داریم در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس از منظر اقتصاد و دقیقا شرایط اقتصادی و واقعا چه کشورهایی از این مسئله سود میبرن رو پخش میشه حتما توصیه میکنم که این برنامه رو ببینین و چیز مهم دیگه برای امروز نداریم و انشالله در برنامه لایف ترید مجدد در خدمتون هستم ممنون که ما رو تماشا میکنین تا, فر... تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ اصفرن خدا نگهتاریتون